دیروز پشت خط محاصره آمرلی، ساعاتی پیش از بازپسگیری این شهر. ما الان تو قلب توسخورماتو هستیم، یکی از مناطقی که جبهه‌ای شده برای رفتن به سمت آمرلی و شکستن محاصره اونجا. دقیقا الان معلوم نیستش که در کدام نقاط شهر این درگیری ادامه داره، اما ما اینجا تو این پایگاه فعلا گیر افتادیم. گروه های متعدد نظامی و شبه نظامی به این نبرد آمدند. چند ساعتی بعد این تیراندازی ها جای خود را به شادمانی می دهد. اینها ترکمان های هوادار مقتدا صدرند. می گویند سهم بزرگی در شکستن محاصره آمرلی داشتند. جیش المهدی اومد و به امر مقتدا صدر بالاخره خدا رو شکر آمرلی رو آزاد کردیم. ما به فرمان آقامون آمدیم و جنگیدیم و آمرلی رو آزاد کردیم. مهم نبود که اونجا باشه. ما همه عراقی هستیم و فرقی بین شیعه و سنی و کرد و ترکمان نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. کمی آن طرفتر نیروهای سپاه بدرند، نیرویی که در ایران تشکیل شد و سالها دوشا دوش سپاه پاسداران با ارتش صدام حسین جنگید. در صحنه سیاسی عراق بدریها نزدیکترین گروه به ایرانند. ما خبرهایی داشتیم که نیروهای ایرانی هم کمک کردن برای آزادی آمرلی. آیا در حد مشاوره بوده، پشتیبانی بوده، چه جور کمک کردن؟ با ما همه دنیا کمک میکنه، چون ما در روی حق هستیم، اونها در روی باطل. ما خونه خود ما نشستیم، اونها متجاوز هستن. امریکا با ما کمک میکنه، آلمان با ما کمک میکنه، بریتانیا با ما، همه دنیا به اومن بین المدر ما کمک میکنه. اگر ایران کمک کرد، جز یکی از اونها هست. نبرد آمرلی یکی از مهمترین عملیات در این چند ماه جنگ بود. از ویژگی های بارز این عملیات نقش چشمگیر شبه نظامیان شیعه در جایی بود که بیشتر قلمرو پیشمرگان کرد به شمار می رود. برای آمرلی عرب و کرد و ترکمان دست به دست هم دادند در جلوه ای امیدوار کننده از تنوع جمعیتی عراق. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، توسخورماتو.